سلام به شما دانشجوهای عزیز مهدی شلایی هستم و با یه جلسه دیگه یه دوره جذاب و فوقلاده ای MCSA 2022 در خدمتون هستم قرار با هم دیگه بحث دیسک تایپ ها رو بررسی کنیم بیسیک دیسک داینامیک دیسک دیسک تایپ ها چی هستن هر کدوم چه قابلیتی دارن کجا استفاده میشن بحث بسیار مهم و کاربردی و به درد بخورد و زمینه ساز بحثای بعدیمون هستش ببینید بچه ها ما وقتی که میایم و یک هارد رو متصل میکنیم به کامپیوترمون به در واقع سخت افزاری اتچش میکنیم توسط سیستم عاملمون شناخته میشه و اون فضای دیسک رو حالا میتونید منیجش کنید فرمتش کنید و کارها رو انجام بدید و درایو هاتون رو درست کنید ولی قبل از اینکه شما بتونید این درایو ها رو درست کنید فضای دیسک تو مدیریت کنی باید این دیسک شناسایی بشه توسط سیستم عامل و این مدل شناسایی هست که میشه یا بیسیک یا داینامیک پس شما به دو شکل میتونید دیسک ها رو مورد استفاده قرار بدید توسط سیستم عامل ویندوز بیسیک و داینامیک فرقشون چیه خدمتتون عرض کنم که توی حالت نرمال من برم سراغ لابراتوارم توی حالت نرمال شما وقتی برید ببینید من پنجره ایکس رو میزنم و دیسک منیجمنت هم رو میارم در این صورت بعد از مای کامپیوترم هم راست کلیک کنم و برم تنظیمات حالا پنجره ایکس کلید میان بره و گزینه دیسک منیجمنت بعد در نهایت برسید به قسمت دیسک منیجمنتتون خدمت رو کنم که به صورت دیفالت سیستم من هر هاردی بهش متصل بشه توی مود بیسیک میشناستش توی مود بیسیک میشناستش و میتونه ازش استفاده کنه حالا ویژگی مود بیسیک چیه بچه ها؟ مود بیسیک از فایل سیستم از میخوام از پارتیشن تیبل ام بی آر استفاده میکنه مستر بوت رکورد جلسه پیش راجع بهش صحبت داشتیم خب MBR چه ویژگی داره؟ MBR به صورت پیش فرض. بیسیک از MBR بی استفاده میکنه بچه دقت داشته باشید بیسیک به صورت پیش فرض از MBR استفاده میکنه البته میتونی انتخاب کنی که جی باشه اما حالا یه فلش بک هم بزنیم به درس قبلیمون بد نیست این بود که MBR بی 4 تا پرایمری پارتیشن میتونه داشته باشه اما GPT 128 تا پرایمری پارتیشن میتونه داشته باشه حالا نکته‌ای که وجود داره وقتی بیسیک داری استفاده میکنی صرف نظر از اینکه ام بی داری استفاده میکنی یا جی داری استفاده میکنی ماجراش اینه که همه درایو ها یا ولوم ها حالا ولوم بهش میگن والیوم هم اگر بخوای تلفظ درست داشته باشی داره که ما طبیعتا فارسی شده یه قضیه رو استفاده میکنیم خودمون رو خیلی اذیت نکنیم این ولوم ها یا درایو هایی که میسازیم نقطه شروع و پایانشون بچه ها توی یک دیسکه یعنی چی یعنی اگر شما یه دیسک داری میخوای درایو سی بسازی شروع درایو توی همین دیسکه پایان درایو سی هم توی همین دیسکه درایو دیگه ای که داشته باشی باز تو همین دیس شروعشه همین دیس پایانشه هر ولومی که میخوای بسازی هر درایوی که میخوای بسازی در نهایت وقتی حجمی رو براش تعریف میکنی اول از همه به اندازه حجم خالی که داره میتونی نهایتا یه درایو بسازی یعنی اینجا اگر 11 گیگه یازده گیگ میتونی بسازی دوم اینکه این 11 گیگ یا هر چقدر که هست این 5 گیگی که میخوای استفاده کنی شروع و پایانش میشه یه درایو در همین سیستم درایو ای شروعش پایانش همین از میخوام دیسک پس این میشه خصوصیت بیسیکون اون چیزی که تا الان داشتیم استفاده میکردیم اما نکته ای که وجود داره اینجا بحث داینامیک دیسک ها میاد بساعت یعنی من اینجا وقتی میرم سراغ تنظیمات یا دیسکی داریم به نوع داینامیک ماجراش چیه اول از همه که به صورت پیش فرض هیچ سیستم عاملی سیستم عامل ویندوزی دیسک شما رو تو مود داینامیک نمیشناسه باید بیسیک رو کانورت کنی به داینامیک ببینید وقتی میگم کلمه کانورت یعنی اطلاعات تبدیل میشه مدل تبدیل میشه بهتره بگم به داینامیک پس بیسیک به داینامیک کانورت میشه و کانورت خصوصیتش اینه که دیتایی از دست نمیره پس شما تو حالت عادی بیسیک میشناسه دیسکت رو سیستم املت و بعد باید کانورتش کنی به داینامیک حالا چرا باید کانورتش کنم به داینامیک به چه دردی میخوره این داینامیک که من بخوام بیسیکم و به داینامیک کانورت کنم اینه که شما وقتی داینامیک استفاده میکنی نقطه شروع و پایان یک درایو میتواند فراتر از یک دیسک باشه یعنی چی یعنی میتونی یه پارتیشن داشته باشی یه ولوم داشته باشی که این ولومه من یه دو سه تا هارد اضافه کنم به این سیستم بچه ها به ویرشال ماشینم هارد میخوام اضافه کنم یه هارد اسکازی 60 گیگی اینجا اضافه کنم دوباره اد بزنم سه تا هارد اضافه میکنم سه چهار تا هارد اضافه میکنم همه رو اد کنیم چهار تا تا الان این شد چهارمی و پنجمی هم بذاریم اوکی پنج تا هارد اضافه کردم حل ببین من پنج تا هارد اینجا دارم که اضافه در واقع دارم استفاده میکنم دیگه اینم یکم برم بالاتر که همشون دیده بشن یک دو سه چار پنج خب همشون رو می میکنم ببینید گفتم وقتی بیسیک داره میشناسی تو میتونی ام یا جی رو انتخاب کنی هر جور خودت راحتی انتخاب کن ببین از کدوم میخوای استفاده کنی اختیار با شماست خب پس من اینجا سلکت میکنم ام بی بودم رو سلکت میکنم و خیلی راحت کارم را میفته راست کلیک کن آنلاینش کن راست کلیک کن آنلاینش کن راست کلیک کن آنلاینش کن راست کلیک کن اول بعد دیسک آنلاین بشه و بعد اینیشالایز بشه تو حالت اینیشالایز ازت میپرسه که میخوای مود چی باشه من همه رو ببینید خودش بیسیک شناسایی کرد همه رو و مدل حالا تیبلش هم که زدم جی پی دی که اوکی حل حالا بس اینه وقتی شما داینامیک باشه دیسکت میتونی یه درایو انتخاب کنی و ایجاد کنی بگی آقا 5 گیگ از دیسک اول 5 از دیسک دوم 5 از دیسک سوم دیسک, دیسک چهارم و دیسک پنجم اختصاص بده یعنی پارتیشن داشته باشی 25 گیگ باشه از هر دیسکت 5 گیگ رو استفاده کرده باشه خیلی جالبه یه فضای واحد 25 گیگی میگیری که از هر دیسکت 5 گیگ رو داره استفاده میکنه پس یه درایو داری که تقسیم شده فضاش روی تمام دیسک این قابلیت رو داینامیک دیسک ها بهت میدن چیزی که غیر از داینامیک دیسک قابل استفاده نیست برای ما خب پس برای اینه که من بیسیک رو به داینامیک کانورت میکنم حالا توجه داشته باشید به این نکته ضروری که اگر یک دیسک از داینامیک نگاه کنید راست کلیک میکنم بیسیک رو به داینامیک کانورت میکنم درست شد اینجا کانورت تو داینامیک دیسک خب و بعد همزمان میگم آقا همه دیسک دو و سه و 4 و پنج هم به داینامیک کانورت کن همه رو به داینامیک که در کانورت میکنم نگاه کن عنوانشون شد داینامیک حالا توجه داشته باشید نکته مهمی که خواستم بگم بهتون اینه که اگر یک دیسک به داینامیک کانورت شد یعنی از بیسیک به داینامیک کانورت شد برای برگردوندنش دوباره به بیسیک همه پارتیشن هایی که روی اون دیسک وجود داره باید دیلیت بشه دیلیت بشه پاک بشه تا بتونی مجددا چیکارش کنی به بیسیک تبدیلش کنی نگاه کنید اینجا رو من الان این درایو رو دارم راست کلیک میکنم یه دونه ولوم میسازم روش توجه داشته باشه که توی دیسک داینامیک مجبور نیستم حتما درایوی اگر میسازم روی تمام دیسک های دیگه هم حجم اختصاص بدم نه میتونم یه درایو درست کنم خب فقط همین دیسک رو درگیر کنی یعنی داینامیک دیسک درسته به من اجازه میده درایوی داشته باشم که تقسیم شده باشه فضاش بین دیسک های مختلف اما به من اجازه رو میده که بخوام یه درایو داشته باشم یا درایو هایی داشته باشم که نقطه شروع پایینش روی همون دیسک باشه مثل الان فقط رنگ رو ببینید فرق کرد باندی که بالا هست تفاوت کرد خب ببینید الان من این دیسکم هم داینامیکه یه درایو دارم اگر بخوام کانورتش کنم به بیسیک میبینید غیر فعاله میبینید غیر فعال. چجوری دوباره بیسیکش کنم باید این رو دیلیتش کنم درایوم رو و طبعا دیتا هم از بین میره و وقتی دیلیت شد حالا راست کلیک میکنم کانورت تو این البته خودش که دیلیت کرد تمام دیسکا که کامل پاک بشه خودش بیسیک میشه ولی اگر هم نشد راست کلیک میکنم کانورت تو بیسیک میزنی ببینید خودش پاکش که کرد تایپش هم کرد چی بیسیک خودش کانورتش کرد این تبدیلش کرد کانورت که دیگه نمیشه. دیلیت که کردیم تبدیل شد به بیسیک پس بیسیک به داینامیک کانورت میشه ولی داینامیک به بیسیک باید دیلیت کردن پارتیشن داشته باشه پس اگر این کارو داری انجام میدی حواست باشه برگشت نداری مگه اینکه دیتا رو بکاپ بگیری بعد این درایو رو پاک کنی و بعد دوباره دیتا رو برگردونی حالا چرا من ممکنه نیاز باشه برگردم به بیسیک یه نکته خیلی مهم داره بچا درایوی که درایوی که یا بهتر بگم از میخوام دیسکی که دیسکی که بوت فایل هات توی اون هستش اگر از بیسیک به داینامیک کانورت بشه مثل الان درایو سی من و سیستم رزرو من و همه اطلاعات من توی درایو دیسک صفر هستن اگر اینو بیسیک در داینامیکش کردم اتفاقی که میفته چیه این دستگاه ویندوزش سر جاشه اوکی همه چی کار میکنه اما بعدا وقتی بخوام برم ویندوزم عوض کنم دیگه نمیتونم اینجا ویندوز نصب کنم چرا چون روی دیسکی از نوع داینامیک شما نمیتونی ویندوز نصب کنی و بوت فایل ایجاد کنی پس این مشکلیه که خیلی ها دارن میان دیسک صفرشون که دیسک درایو اصلیشون هست و سیستم عاملشون روش نصبه رو کانورت میکنن بعد موقع تعویض ویندوز ایدل غافل نمیتونم انتخاب کنم حالا میگرده دنبال اپلیکیشن هایی که با ریسک و با هزار ای یک دردسر بخوان داینامیک رو به بیسیک تبدیل کنن بشود نشود بماند حالا آخرش مجبورش پاک کنی یا نمیکنه این دیگه به موضوع صحبت ما نیست ولی بحث اینه که حواست باید باشه آقا جان دیسکی که درایو سیستم عاملت روش هست رو تبدیل نکن دیسکای دیگه تو تبدیل کن کانورتشون کن به داینامیک اوکی من من دیسک صفر رو هیچ وقت انتخاب نمیکنم سری قبلا انتخاب نکردم ها اینا هستن خب پس این شد بحث تفاوت داینامیک و بیسیک از لازم تئوری توضیح دادم مزیتش رو گفتم حالا بریم سراغ مزیت اصلی آقا من که دارم میگم داینامیک میتونی دیسکی داشته باشی یا درایو هایی داشته باشی از میخوام که تقسیم شده بین دیسک های مختلف این خودش دنیایی از مزیته من میتونم از قابلیت جذابی استفاده کنم بریم بچه ها شما وقتی میایید دیسک از بیسیک به داینامیک تبدیل میکنید قابلیت این رو داری که دیسک های جدید درایو های جدیدی بسازی بریم ببینیم انواع درایوی که میشه توی حالت داینامیک دیسک ساخت چی هستن اولین مدلی که میتونید بسازید بحث سیمپل ولوم هستش سیمپل حالا اینکه دو تا سیمپل ولوم کاری ندارم خب میگه دو تا درایو سیمپل ساختی سیمپل ولوم چیه سیمپل ولوم درایوی خواهد بود که روی دیسک تایپ داینامیک ساخته شده نقطه شروع پایینش رو همون دیسکه یعنی همون چیزی که تا الان داشتیم رو بیسیک من درایو می ساختم از در واقع شروع پایینش تو همون دیسک بیسیک من بود الان تو داینامیک هم کانورتش کردم ولی یه دیسک می سازم باز یه درایو می سازم واسه بخوام نقطه شروع پایانش بازم تو همون دیسک مثلا من هستش چند تا دیسک رو در درگیر نمیکنه خب این درایوی که ساختی شروع پایانش توی همون دیسک هستش ولی توی دیسکی که تایپش داینامیک رو اصطلاحا بهش میگن سیمپل برون خب توی حالت بیسیک هم اسمش سیمپله بچه حتی نگاه کنید اینجا من وقتی راست کلیک میکنم روی دیسکی که بیسیکه خب من میگم چی میتونم بسازم سیمپل ولوم میتونم بسازم اینجا هم که دیسکش داینامیکه روش راست کلیک میکنم سیمپل ولوم پس سیمپل ولوم خصوصیتش چیه چه تو بیسیک بسازیش چه تو داینامیک بسازیش یعنی اینکه درایوی دارم میسازم اینی که سافتمو پاک کنم قبلا تو بیسیکه درایوی دارم میسازم که نقطه شروع پایینش فقط میگه حجمو به من بگو من میگم خب یه درایو ای میسازه و اینجا ذخیره میکنه ایجادش میکنه تو داینامیک هم بسازمش همینه میگه چه حجم میخوای داشته باشه میگم یک, یک میخوام باشه حله؟ به همین سادگی یه درایو ساخت از نوع سیمپل این میشه سیمپل که ساده ترین تایپ دیسک هستش درایو هستش یا ولوم هستش بهتر بگم مدل دوم چی میگه توی مدل دوم ما اصطلاحا میگیم اسپند ولوم اسپند ولوم میگه چی؟ میگه شما میتونی درایوی بسازی که ترکیبی از حجمهای مختلفی از دیسک های مختلف داینامیکته یعنی یه درایو میتونی بسازی دو گیگ از دیسک, دیسک اول سه گیگ از دیسک دوم پنج گیگ از دیسک سوم صد گیگ از دیسک چهارم اختیار با خودته یعنی شما میتونی یک فضای واحد بسازی که بگران تشکیل شده از حجمهای متفاوت و مختلفی که از دیسک های مختلف داری یعنی مجبور نیستی اگر سه تا دیسک رو میخوای در کنار هم دیگه استفاده کنی و یه درایو دی درست کنی مجبور نیستی حجمهای برابر از هر کدوم برداری از این مثلا تو این مثال اومده از این 750 مگ برداشته از این 750 مگ از این 500 مگ مجموعا شده جمع 750 750 500 میشه چی میشه دو گیگ 2 گیگ یه دونه درایو دی ساخته 750 تاش اینجا، 750 تا اینجا 500 تا اینجا حالا میتونست مثلا 1 گیگ اینجا باشه 500 تا اینجا مثلا 250 تا اینجا باشه 750 تا اینجا این دیگه چه جوری تقسیمش کردی بس داره تو هر دیسکت چه جای خالی داری خوبه بله خوبه مثلا شما فرض کن روی کامپیوترت سه تا هارد داری مثلا فرض کن کامپیوترت قبلا یه هارد قدیمی داشتی یه ترابایت حالا اومدی یه هارد دو ترابایت گرفتی چند وقت بعد دوباره یه هارد دو ترابایت دیگه گرفتی سه تا هارد داری خب میخوای یه پارتیشن درست از تو یکیشون آنالوکیت اسپیسش مثلا 100 گیگه یکی دیگهشون شون 200 گیگ داره یکی دیگه هم مثلا فرض کن 300 گیگ داره خب میای یه درایو درست می‌کنی 100 تا از اولی 100 تا از دومی 300 تا از سومی میشه یه درایو واحد از نوع چی اسپند پس از فضای مرده توی دیسک‌های مختلف استفاده کردی همه رو جمع کردی یه درایو واحد ساختی تو حالت عادی بعد چیکار می‌کردی؟ اولی که 100 تا خالی داشت یه درایو سیمپل 100 تایی می‌ساخت دومی که صد گیگ داشت دوباره یه درایو سیمپل 100 تایی سومی یه درایو سیمپل 300 تایی یعنی سه تا درایو واحد که یکی 300 تا بت بد بده یکی 100 تا یکی 100 تا ولی الان چه کار کردی الان خیلی راحت یه درایو درست کردی 500 گیگی که 300 تاش این ور 100 تا 100 تاش هم دو تا دیسک دیگه هستن نیازت رفع شده چی از این بهتر جذاب دیگه یه بدی داره اما اگر یکی از این دیسک ها که درایو منو تشکیل داده ولوم منو تشکیل داده خراب بشه کل درایو از دسترس خارج میشه در واقع تحمل خرابی بچه‌ها نداره تحمل خرابی نداره این ضعفش میریم سراغ مدل بعدی مدل بعدی که میتونید بسازید تحت عنوان استریپت هستش استریپ ولوم میتونید ولوم های نوع استریپ بسازید استریپ ولوم ها رو را رید صفر هم میگم راجع به راید صحبت میکنم در ادامه یعنی چی میگه شما میتونی تعداد تا 32 تا دیسک و قبلی هم تا 32 تا دیسک بود تا 32 تا دیسک رو کنار همدیگه بسازی حداقل دو تا حد 32 تا حد دیسک رو کنار هم دیگه بذاری و بیا یه درایو درست کنی که هر حجمی به اون درایو میدی می به میزان مساوی در واقع داری از این هارد ها برمیدار. یعنی اگر یه درایو 300 گیگی داری میسازی سه تا 100 گیگ میشه 100 گیگ از این 100 گیگ از این 100 گیگ, گیگ از این به میزان مساوی برمی‌داره ببینید اسپندی بود که از هر دیس هر چقدر خواستی میتونی اختصاص بدی ولی توی استریپت میگه نه باید حتما به میزان مساوی از هر دیسک برداری و یک فضای واحد تشکیل بدی تشکیل بدی 300 گیگ میخوای درایوت باشه روی سه تا هارد میشه سه تا 100 تا 4 تا دیسک داری میخوای 400 گیگی داشته باشی میشه 4 تا 100 تا پس تقسیم میشه به تعداد حجم از هر کدوم این میزان رو بر داره. خب چرا باید مساوی باشن به خاطر چیز جالبی که اتفاق میفته و توی مدل استریپ وقتی داری داده رایت میکنی روی این دیسکها داده تو مثلا فرض کنید سی مگه من سی مگ دیتا دارم کپی میکنم توی هاردم توی این درایو دی خودم خب اتفاقی که میفته داده تقسیم میشه به تعداد دیسکا سه تا دیسک دارم که درایو دی منو تشکیل دادن داده منم الان دارم کپی میکنم سی مگه میشه سه تا ده مگ همزمان هر کدوم از هدهای این هارد ها ده مگ رو رایت میکنن میشه چی؟ سه تا ده مگ به همین قشنگی به همین قشنگی و راحتی ببینید چقدر ساده شد کار یعنی چی یعنی افزایش سرعت نوشتن یعنی قبلا من یه دیست داشتم سی مگ رو باید می نوشت الان سه تا دیست دارم هر هد ده مگ همزمان هم می نوشتن. یعنی سرعت نوشتن من یک سوم در واقع سه برابر شده دیلیش یک سوم شده حجم یا در واقع میزان سرعت سه برابر شده خیلی عالیه خیلی عالیه پس سرعت نوشتن تو شخصش پیدا میکنه نفسم برید خب اما یه بدی داره بازم اگر یک دیسک خراب بشه کل دیتا از دسترس خارج میشه پس تحمل خرابی این مدل هم ندارد اما سرعت نوشتن رو افزایش میده اینم از این میریم سراغ مدل بعدی رید 5 جالب شد نه بچا دارم رید بندی رو با استفاده از داینامیک ارائه میدم به شما که به صورت نرم افزاری داره صورت میگیره یعنی داینامیک دیسک این اجازه رو به من میده که رید بندی نرم افزاری داشته باشم بدون اینکه دستگاه من رید کنترلر رو سخت افزاری داشته باشه نیاز داشته باشم به دستگاه سرور خیلی راحت داره این کار برای من انجام میده رید 5 هم داره شبیه سازی میکنه میگیم تو رید 5 چی میشه میگه حداقل سه دیسک باید داشته باشی تا حد اکثر 32 تا پس رید 5 حداقل سه دیسک رو باید داشته باشه که حالا تو این مثال 4 دیسک رو مثال زد میگه شما هر حجمی به درایوت میخوای بدی تقسیم میشه به میزان و مساوی روی این تعداد دیسکی که داری چهار تا دیسک داری تقسیم بر تعدادش مثلا 400 گیگ اگر میخوای درایوت حجمش باشه باید چیکار کنی چهار روی چهار دیسک از هر دیسک 100 گیگ رو اختصاص بدی چهار ترابایت میخوای یه درایو داشته باشی از هر دیسک یه ترابایت رو باید دریافت در کنی این میشه مدل کاریش مثل استریپ هستش حالا نکته که وجود داره چیه میگه وقتی داده میخوای کپی کنی روش پردازش صورت میگیره و بعد رایت میشه یعنی چی یعنی داده من همینجوری خام ذخیره نمیشه این نیست که تقسیم بشه به تعداد دیسکا و رایت بشه نه روش پردازشی صورت میگیره و بعد رایت میشه ببینید بچا اینجا من یه مثال میزنم میگیم که وقتی میخواد عدد خب فرض کنیم سه دیسکه. میگیم عدد در حالا چهار دیسک هم مشکل نداره میگیم میخواد پنج رو ذخیره کنه میگه به جای پنج دو به علاوه سه رو رایت میکنم و نتیجه میشه پنج حالا تو هر دیسک میام یه تیکه رو ردیف میکنم مثلا دو رو اینجا رو چیز میکنم به علاوه رو اینجا ذخیره میکنم سه رو اینجا ذخیره میکنم مسایی پنج رو اینجا ذخیره میکنم چقدر زشت واقعا زشت واقعا خب خدمتتون ارز کنم که این اتفاق میفته حالا اگر این از بین بره میگی سه به علاوه چه عددی شده شده پنج عدد در میاد دو اگر این دیسک از بین بره پنج نتیجه خب سه اینجاست به علاوه اینجاست دو, 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 اینجاست سه به علاوه اینجاست سه هم اینجاست دو به علاوه سه اینجا عددی که ذخیره شده بود پنج بود ببین چقدر راحت به این مدل کار کردم میشه راید فایف رید 5 بچه فالت تولرانس داره یعنی تحمل خرابی داره یعنی چی یعنی من توی مدل رید 5 خیلی راحت میتونم چیکار کنم میتونم ایرایز می کنم این شلوغ بلوغی های زشت رو پاک کنیم پاک کنیم, پا کنیم خوشم نمیاد آها توی رید 5 من میتونم تا یه دیسک تحمل خرابی داشته باشم یعنی یه دیسک هم از بین رفت باز هم بتونم چیکار کنم داده رو ریکاور کنم دیسک خراب رو خارج میکنم دیسک سالم رو جایگزین میکنم اتوماتیک از روی اطلاعات موجود میاد چیکار میکنه به همین روشی که بهتون گفتم داده رو ریکاوری میکنه روی اون دیسک دیتا برمیگرده به همین قشنگی ولی تا وقتی این دیسک خرابه اگر اینو هنوز عوض نکردم دادش بازیابی نشده استلان ریبیلد نشده یه دیسک دیگه به سوزه اون موقع دیگه تمومه دیگه یا دو دیسک همزمان به سوزه کلا دیگه فالتورانس نداره تحمل خرابیش اندازه یک دیسکه و توی این بازه زمانی این یه دیسک خراب شد بعد سری جایگزین کنی با دیسک سالم تا دیتا ریکاوری بشه و دوباره تحمل خرابی یکی رو داشته باشی بحثی که وجود داره میگه داده رو وقتی کار میکنی اون افزونه اینجوری میشه حالا اون مثال بود من براتون زدم میگه شما دادت موش کار میشه تقسیم میشه به تعداد دیسکا یه بخشش A1 اینجا A2 اینجا A3 اینجا و اون افزونه ای که ایجاد میشه بابت اون محاسبات برای اون قضیه کار بهش میگیم پریتی پریتی اینجا داده بعدی که ذخیره میشه بی یک اینجا بی دو اینجا پریتی میتونه اینجا باشه الزامی نداره یک دیسک اختصاصی برای پریتی ما نداریم بچه ها توی راید 5 راید 5 پریتی میتونه هر جا هر دفعه روی یکی از دیسک ها ذخیره بشه پس هیچ مشکلی وجود نداره تو سی مثلا سی یک اینجا بعد پریتی بعد سی دو بعد سی سه. اینجا پریتی اول ذخیره کرده بعد یک بعد دو بعد سه مهم اینه که اگر یه دیسک بسوزه من خیلی راحت میتونم تحمل خرابی رو داشته باشم پس این هم میشه رید 5 خیلی جالب شد نه خیلی خیلی جالب شد میریم سراغ اسلاید بعدی پس ما خیلی راحت ردوند انتری آف دیس رو یا همون رید رو داریم که در واقع استریپ میشه رید سفر همونجور که بهتون گفتم اسپند رید محسوب نمیشه روش اسپندی که بهتون گفتم سیمپل هم رید محسوب نمیشه ولی استریپ میشه رید سفر رید 5 هم که کار کردیم رید یک هم که میشه میرورینگ که راجبش بخوام صحبت کنم اینه که دو تا دیسک میتونه داشته باشه هر رو اولی کپی کنی روی دومی هم کپی میشه میشه رید یک فالتورانس چی اگه یکی خراب بشه دومی وجود داره پس من توسط داینامیک دیسک سیمپل ولو میتونم داشته باشم اسپن ولو میتونم داشته باشم که رید نیستم راجبشون صحبت کردیم استریپ میتونم داشته باشم میرور میتونم داشته باشم رید 5 هم میتونم داشته باشم بریم پیاده سازی شو یاد بگیریم دیگه قرار نیست که همه چیز تووری باشه دیگه بریم سراغ پیاده سازی کار میایم اینجا این دستگاه منه من اینجا راست کلیک میکنم نیو اسپن ولو همین سادگی بچا دیسکت اگر داینامیک نباشه هم روش راست کل... چند تا دیسک داشته باشی خب اگه چند تا دیسک داشته باشی تو دیسک منیجمنتت روی یکی از فضای خالی راست کلیک کنی میبینی اینا هستن بعد نگاه میکنی میگی آقا دیسکم تایپش بیسیکه چرا زده استریپ بچا بین لذت زده چون دیسک خالی داره تو اسپند استریب میرور هر چیزی که بخوای بسازی و برات ویزارد باز میشه میسازی فقط حواست باشه چیکار میکنه کاری که انجام میده اینه که اگر هم بتونه بسازه میاد و چیکار میکنه دیسکت رو تبدیل میکنه به داینامیک حواست به این نکته باشه حالا من رو دیسک داینامیکم هم کلا کار میکنم اول میرم سراغ اسپند اسپند رو انتخاب میکنم میگم نکست میگه آقا دیسک دو سه چار پنج هستش دو دیسک یکو که خودش راست کلیک کردم روش سلیک شده سلیک دو سه چار پنج هستش این درایو اسپندی که میخوای بسازی کدوم دیسکات رو میخوای درگیر کنه ببینید حداقل دو تا باید باشه که نکس فعال بشه من دومی که حد میکنم نکس میاد میگم آقا رو این ستا باشه دیگه انتخاب شماست من میخوام این ستا رو درگیر کنه نکس اوه از میخوام بک میزنم حالا میگه آقا از هر کدوم چقدر میخوای اختصاص بدی میگه این کلا 60 گیگ خالی داره این 61 خالی داره این خالی داره من میگم از دیسک اولم مثلا برای که سریع ساخته بشه هزار مگ یا یک گیگ از دیسک دوم هم مگ از دیسک سومم هم مثلا دو هزار مگ ببین از هر کدوم یه حجم متفاوتی دادم که کاملا حس بشه اسپند اصلا لازم نیست میزان مساوی باشه توتال من شد چی؟ توتال ولوم سایزم شد 4500 تا دقیقا 4500 4.5 گیگ نیکست درایو اسمش جی باشه کویک فرمت رو تیکش رو میزنم که سریع برام ایجاد بشه اسم درایو هم, هم که شد درایو جی و میریم برای ساختنش نگاه کنید داره چه اتفاقی میفته یه درایو جی ساخت که من وقتی که انتخابش میکنم ببخشید اینجا دیس پی سی درایو جی رو میرم 4.5 گیگه توش هر چیزی که کپی کنم در واقع داره چیکار میکنه میاد توی دیسک اول من شروع میکنه پر کردن اسپند اینجوری بچه اول درایو جی رو توی دیسک اولش پر میکنه وقتی این پر شد میره اینجا رو پر میکنه بعد پر شد میره اینجا رو پر میکنه درست شد و در نهایت وقتی فول شد دیگه درایو فول شده حالا نکته اینه که گفتم فالتورانس نداره دیگه من دادم الان مطمئنم تو دیسک یک ذخیره شده از لازم منطقی ولی میام اینجا دیسک سه رو آفلاینش میکنم نگاه کنید کل درایو جی از دسترس خارج شد اینهاش دیگه درایو جی رو نمیبینم میبینید ببین چقدر جالب یعنی من با از دسترس خارج شدن یکی از دیسکام کل درایوم هم از دسترس خارج میشه آنلاینش کردم دوباره درایو جی برگشت بچا دقت کنید که من فقط آفلاین کردم برای همینم هم تا آنلاین کردم دوباره درایو جی اومد داده منم سر جاشه چون داده من درایو من نسوخته بود اگه سوخته بود این و یه دیسک جدید آورده بودم که طبعا دیگه اصلا فضا قابل استفاده نبود دیگه بعد پاکشون میکردم از اول میساختم دیتا هم از بین رفته بود این شد اسپند بریم سراغ استریپ استریپ هم مثل اسپند دیگه فرقی نمیکنه نکس میزنم حداقل دو دیسک باید باشه خب من میگم سه دیسک رو میکنم مثلا حالا جالبش اینه بچه من هر عددی اینجا وارد کنم میاد این میزان از هر دیسک رو استفاده میکنه چون باید مساوی باشه تعداد چون قرار داده تقسیم بشه به این تعداد و نوشته بشه یعنی من الان 6 گیگ ساختم از هر کدوم دو گیگ رو داره استفاده میکنه درایو اچ من بشه کویک فورمت انجام بده فینیش میزنم ببینید الان باید درایو اچ ساخته بشه اینم درایو اچ بریم اینجا نگاه کنیم این درایو اچ من ساخته شده با حجم 6 گیگ و من توش هر چی کپی کنم در واقع این الان تقسیم بر سه بخش شده و هر بخشش توی یکی ذخیره شده کپی کردن توی این درایو قطعا سرعتش بیشتر از اینه که شما تو درایو جی بخوای چیزی کپی کنید اوکی okay. ولی بازم بدیش اینه یکی از دیسکات آفلاین بشه کل درایو اچ از دست است ببینید خارج شد درایو جی هم خارج شد حله اینم شد روش ساختنش پس فالتورانس ندارد دیسک بعدی میریم سراغ میرور درایو میرور میخوایم بسازیم بچا میرور اتفاقی که میفته من میرورم رو این میسازم البته بذار اینجا بسازم میرورم رو میسازم اینجاست پنجره گمش کرده بودم نکست خب وقتی اد میزنم میگم دیسک یک و دیسک دو درگیر باشه دیگه اجازه نمیده دیسکی رو اد کنم چون اول آخرش با دو دیسک ایجادش میکنه وقتی فضایی رو اینجا مشخص میکنم اتفاقی که بیفته چیه من میزنم 2000 از هر کدوم 2000 ولی توتال ولوم سایزم رو باز میزنه 2000 یعنی من 4000 مگ دارم مجموعا استفاده میکنم 2000 تا از دیسک اول 2000 تا از دیسک دوم ولی فضای قابل استفاده دو 2000 تا چرا چون اینا میرور هم دیگه در واقع دو هزار تا این ور داری دو هزار تا این ور روی این کپی هرچی میکنید عینش داره رو دومی هم کپی میشه دومی بکاپ دیده نمیشه اگر این دان شد دومی در دست قرار میگیره پس علتش اینه درایو آی من در واقع کوی فرمت میزنم میرور من ساخته بشه ببینیم که چیه ماجرا اینم درایو آی بریم توی دیس پی سی درایو آی ساخته شد من اینجا یه دونه فایل در واقع نیو فولدر میسازم بهتره بگم الان میام چه کار میکنم این رو آفلاین میکنم خب ببین بچا جی و اچ چون یکی از درایو هاشون سوخت از دست خارج شدن ولی آی هنوز در دسترسه. نگاه کنید اینجا رو درایو آی هنوز در دسترسه. چرا چون میروره درست این دیگه در دسترس نیست این دیسک ولی این که هستش پس فالتورانس رو دارید ببینید چقدر قشنگ داره کار میکنه و برای من جواب میده به همین قشنگی حالا فرض کنیم اصلا سوخته بود آقا این سوخت یعنی کلا این یکی چی, بش... چی شد قضیهش از دسترس خارج شد فقط تو اینو داری الان خب ببخشید ویدیو یه لحظه پاس خورد ادامه بدیم کار رو پس اینجا شد دیسک من آفلاین شده ولی درایو من همونجور که دیدید در دسترسه حالا فرض کنید بچه این دیسک سوخته الان آفلاینش کرده بودن فرض میکنیم سوخته دیگه نیستش حالا هرچند اینجا دیده میشه خیلی ساده است میام اینجا توی درایو باقی مونده من راست کلیک میکنم فرض کنیم سوخته من دیسک جدیدی رو جایگزین کردم ریموو میرور رو میزنم میسینگ دیسک رو انتخاب میکنم و ریموو میرور میکنم خب حذف میشه میرور از بین رفت اینم گفتم کاری نشه باشید اینجا داره چه اتفاقی میفته فرض کنید نیستش دیگه درایو میرور من بوده و از بین رفته حالا تبدیل شد به یک سیمپل ولوم و درایو و اطلاعات هم در دست حالا خیلی ساده روش راست کلیک میکنم گزینه ادمیرور رو میزنم دیسکی که جایگزینش کردم مثلا فرض کنید این رو انتخاب میکنم ادمیرور رو میزنم میاد روی دیسک جایگزین شده چکار میکنه درایو آی رو برای من چکار میکنه میسازه بازم تاکید میکنم کاری نداشته باشید که این رو الان دارید میبینید چون من آفلاینش کردم همچنان در دید هستش و نمیخوام ازش استفاده کنم فرض کنیم نیستش نگاه کنید خیلی راحت اینجا برای من داده رو شروع کنه ریبیلد کردن اگه حجم داده ای توش زیاد باشه اینجا درصد میزنه یه درصد دو درصد سه درصد این در واقع سینگ شدنشه که داره میگه داده که توی دیسک اول هستن توی دیسک دوم داره کپی میشه الان چون فقط یه دونه فولر بود خیلی سریع انجام شده دیگه درصدی برای من اینجا ظاهر نشد که بخواد معطلم کنه درست شد اینم شد از این قضیه حالا ریموو میرور رو که دیدیم ریموو میرور وقتی بزنی و بگی از یه دیسک ریموو کن میرورم رو دوتاشون تبدیل میشن به چی؟ در واقع اینجا نگاه کنید من این کار رو انجام بدم اینو بازم تاکید میکنم دیسک دو رو در نظر نگیرید الان میرور من بین دیسک یک و دیسک سه هستش میگه از رو کدوم میخوای میرور رو پاک کنی میگم از رو دیسک سه پاکش که بکنم ببینید اون دیسک سه رو اطلاعاتش رو پاک میکنه و فقط یه سیمبل رو دیسک یک انتخاب میکنه پس اونی که انتخاب میکنید پاک میشه اطلاعاتش و یکی فقط باقی میمونه ببین چقدر قشنگ این رو هم آنلاینش کنم خدمت ارز کنم که برگرده به پس اینم شد ریموف کردن دوباره اد میرور که بزنید میگم رو دیسک دو مثلا دوباره میرور بسازم این بار میخوام بریک میرور رو بهتون نشون بدم که چیه بریم من درایو آی رو باز دارم با نیو فولدرش درسته حالا میام چیکار میکنم این بار چیکار میکنم به جای ریموو میرور رو که کار کردم بریک میرور رو میزنم میرور رو بشکون از این به بعد نمیخوام میرور باشن یس میشه دو تا درایو سیمپل ببینید دو تا درایو سیمپل شد این یه درایو اینم یه درایو حالا این درایو لتر نداره من درایو لتر بهش میدم که یه اسمی هم داشته باشه مثلا درایو جی بشه الان نگاه کنید من دو تا درایو خواهم داشت توی دیس بی سی که برم درایو جی برم نیو فولدر توش هست درایو آی هم که برم نیو فولدر توش هست چرا چون میرور که بریک شد دوتا اومدن آب شدن و دوتا دیتاشون دیتاشون یکسانه پس اینم از قضیه بریک میرور اد میرور و چیزهایی که لازم بود رو بهتون گفتم میمونه چی میمونه بحث رید 5 بریم رید 5 بسازیم راست روی فضای خالی این رید 5 ریده 5 حداقل سه دیسک باید اد بشه تا نکس فعال بشه دیسک اول دیسک دوم و دیسک سوم اد شد حالا بازم اینجا من هر عددی که مینویسم میاد میگه چی از هر کدوم این میزان مثل استریپ رفتار میکنه اما توتال سایز هم میزنه چی؟ میزنه 4000 تا آقا سه تا دو تا برداشتی چرا فقط دوتاشو داری استفاده میکنی؟ یکیش پرتی شد؟ بله توی رید 5 به اندازه یک دیسک ما فالتورانس داشتیم دیگه تحمل خرابی داشتیم درسته؟ خب به همون اندازه هم پرتی فضا داریم چون اون افزونه یا پریتی که ایجاد میشه در مجموع اندازه یک دیسک در واقع فضا نیاز داره برای اینکه فالتورانس رو برای من در واقع ایجاد کنه پس توی رید 5 من به میزان یک دیسک چی دارم؟ پرتی حافظه دارم سه دیسک عد میکنی یکیش پرتی میشه ده دیسک داری حد عد میکنی یه دونش پرتی میشه طبیعتا هرچی تعداد بیشتر باشه پرتیت عددش کم ارزشتر میشه اما توجه داشته باشید ما نمیام 10 تا هارد رو رید 5 کنیم چرا چون 10 تا هارد احتمال اینکه دوتاش تاش همزمان بسوزه زیاده و اینجوری داده من از دست رس خارج میشه معمولا رید 5 و دیگه خیلی بخوایم تعداد هارد رو زیاد کنیم واقعا 6 تا هارد رید میکنیم معمولا 4 تا 5 تا بیشتر نمی کنیم رید 5 بیشتر میخواد بشه اون بعد بشه یه رید دیگه یا بریم سراغ ریدهای ترکیبی که تو دوره های استوریج باشون آشنا میشید خدمتتون عرض کنم که پس من میسازم درایو جی ساخته بشه پرفورم کویک فرمت و فینیش بچا دقت داشته باشید الان درایو آی که ساخته شد اینجا درایو آی من همچنان فالت رانس دارم توش نها کنید من اینجا میام یه دونه تکست فایل میسازم یکی از دیسکامو چکار میکنم آفلاین میکنم درایو آی من همچنان در دسترس هستش این تعامل خرابش دیسک خراب شد جایگزین کن ریاکتیو کن به همین سادگی کار انجام میشه این هم میشه بحث داینامیک دیسک و بیسیک دیسک و روش پیاده سازیشون فقط تاکید میکنم که آقا دیسک مربوط به سیستم فا... در واقع عاملتون رو خودم خفه کردم حواستون باشه داینامیک نکنید چون بعدا به زحمت میفتید روی دیسک های داینامیک سیستم عامل نصب نمیکنیم ما پس نمیشه بود فایل روش ساخت پس حواستون به این نکته باشه خب امیدوارم از این درس لذت برده باشی تا جلسه بعدی خدا نگهد